با درود بیکران بار دیگر با شما هستیم. من آبیهای رحیمی از اندیشکده پارکهود میزبان دو مهمان ارجمند هستم. جناب آقای ساگینیان، خوش آمدید به برنامه ما. بازگذارم. و جناب آقای چمنارا نیز امروز با ما هستند. درود بر شما. به حال آنچه که مطرح میشه، آنچه که در غزه حدود یک ماه میگذره و تظاهراتی که اینها برای اینکه تداعی به حال بازگشت، حق العوده، یعنی حق بازگشت خودشون رو بیان و ادا بکنن، حدود 70 ساله، یعنی کمتر از 70 ساله که صحبت از این میشه که حق العوده و کلیدهای خانه های خودشون رو در دست دارن و صحبت از این هستش که با ندا و فریادهایی که میزنن، با کوکتل مولوتوف هایی که پرتاب میکنن، با سنگ هایی که پرتاب میکنن، بر این هستن که بگن که بله، ما حیفا و میخواییم به اورشلیم خودمون بازگردیم، به رمله و لود خود برگردیم. از یک طرف، از طرف دیگه همینطوره که ما آشنایی داریم از نظر تاریخی 1947-48 به هر حال سازمان ملل به رسمیت شناخت این دو ملت رو، دو کشور رو، برای ایجاد کشور اسرائیل از یک طرف با مرزهای شناخته شده و از طرف دیگه نیز در کشور فلسطینی، عرب فلسطینی که در اون موقع نامی از فلسطین برده نمی شد، فقط در 1964 صحبت از اون شد، رو به هر حال اعلام موجودیت کرد بعد از جمال آدم ناصر که روی کار آمد. و آنچه که با انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم در دوران دکترین ترامپ رخ داد، که از یکی از قولهایی که داده بود برای انتخابات رو، که نه فقط اوباما کیر بود، این هم که پایتخت رو با همکاری و پشتیبانی پستورها و کشیشان باپتیست که و ایوانگلیس که 80 میلیون هستند رو اثر به انجام رسوند و در روز اورشلیم که 51مین سال هست و 70مین سال جشن استقلال اسرائیل رو، در ایوانکا و داماد ایشون آمدن و پرده برداری کردن. آنچه که از نظر غزه مطرح شد، یعنی که اینها یک ماه 30,000 نفر رو بسیج کردن که روزانه میان و خیمه زدن و کوکتل مولوتوف پرت میکنن، سنگ پرتاب میکنن و سپر بلایی از مردم، زن و بچه ایجاد کردن و در پشتش ما افراد تروریست رو میبینیم با کلاچنیکوف های خودشون، با یکایی که موشک هایی در دست دارن، از یک طرف بادبادک های آتش زا که مزارع آنور قسمت یهودی نشین رو به آتش میکشیدن، همینطور مزارع کشاورزی گندم و غیره و جنگل سوزی، و همینطور سعی بر این داشتن که مزر رو رد بکنن و همهمگام 30,000 نفر وارد مرز اسرائیل بشن از نوار غزه. از طرف دیگه آنچه که پیش آمد، 60 بر حال میگفتن غیر نظامی هدف گلوله قرار گرفتن. معلوم نیست گلوله به کجاهاشون خورده بود، ولی بر حال از 30,000 نفر 1/500 بر حال ضربه خورده بودن، که اینجور که معلومه 2/3 این افراد که گلوله خورده بودن افراد نظامی بودن، جهاد اسلامی بودن و پشت پرده حملات پیدرپی جهاد اسلامی به اسرائیل از نوار غزه دست رژیم ایران نیز در کار بوده. و جالب بر اینه که بدون حمایت و پشتیبانی نظام جمهوری اسلامی
اینها نمیتونستن بر روی شهروندان اسرائیل آتش بگذارن. و آنچه که گفته شده برای اینکه فقط شما چند مورد رو در نظر بگیرید که مزر رو رد کردن و سیم‌های خاردار رو بریدن و آمدن، چندین نه چند یک مورد، صدها مورد رو ما داشتیم که این تروریست‌ها شب، زن، مرد، بچه، اینها نمی اومدن حتی تا اندازه‌ای که رحم داشته باشن. شبی که بچه خوابیده بوده دست به دهان او می‌گذاشتن و سرش رو می‌بریدن، و نه یه مورد، دو مورد، صدها مورد رو ما داشتیم. یک خانواده رو به این گونه قتل عام کردن و به هر حال یعنی به این گونه آیینشون امر می‌کنه، جهاد هست، جهاد اکبر هست، به این گونه عمل می‌کنن. برای آقای اردوغان آمدن و گفتن که بله، کشور اسرائیل یک کشور تروریستی هست که آمده به مردم بی‌دفاع فلسطین ضربه زده، همینطور که در دوران مرمره بوده و همینطور که در ایران در نظام اسلامی با پشتیبانی از جهاد اسلامی میشه. صحبت از کشور تروریستی اسرائیل کرد که به روی مردم بی‌دفاع آمده و آتش گشوده. برای نظر دو میهمانمون رو درباره وقایعی که رخ داده بشنویم. جناب آقای ساگینیان، نظر شما در مقایسه با آنچه که آقای اردوغان میگن که کشور تروریستی اسرائیل رو مینامند، با آنچه که در ارمنستان در دهه های یعنی قبل از در هنگام جنگ جهانی اول رخ داد، به چه گونه ما میتونیم تلقی بکنیم که 60 نفر از 30,000 نفر گلوله خوردند؟ آیا اونجا 1.5 میلیون ارمنی که به هر حال کشته شدند، آیا جوامع بین المللی اونها رو به رسمیت تا الان شناختن؟ شوربختانه تا حالا هنوز به غیر از چند کشور این موضوع رو به رسمیت نشناختن و کشور ترکیه انکار میکنه بر این اساس که زمان جنگ بوده و جنگ از این دو تلفات میره. شوربختانه بازم یک موضوع دیگه مطرح میشه که نمیخوام مطرح کنم چون خیلی درازا خواهد کشید، و اون اینه که بیشتر ارامنه‌ای که ارمنی‌هایی که کشته شدن به دست مردم کشته شدن، نه به دست سپاه ترکیه. به این صورت که سپاه ترکیه می اومد و به کسانی که در اون محل زندگی می‌کردن می‌گفتن که اینا کافر هستن و ما اینا رو از کشور بیرون می‌کنیم چون به کشور خیانت کردن و هر کاری شما خواستیم با اینا بکنیم و ما جلوگیری نخواهیم کرد. شوربختانه این موضوعی که مطرح میشه در جهان درباره واقعیت ها صحبت نمیشه. چرا؟ درست شده نمیشه؟ بله بله بله. بسیار خوب. شوربختانه واقعیت ها گفته نمیشه، از هر دو طرف گفته نمیشه. کسانی که میخوان در این باره صحبت بکنن بایستی از یک دریچه دیگه‌ای به این موضوع نگاه کنن. جنگ دو اول جهانی، از یک طرف ترکیه است، آلمان و ایتالیا، و از طرف دیگه فرانسه است، انگلستان و روسیه که بعداً امریکا آمد وارد جنگ شد. در این زمان برای اینکه کار خودشون در جنگ متفقین کار خودشون راحت‌تر بکنن، کوشیدن که ترکیه را از میدان جنگ به در بیارن. کسایی را فرستادن مثل لورنس که به نام سرنگ لورنس که به نام لورنس آف عربی شناخته شده، فرستادن که کشورهای عربی را بر ضد آلمان و ترکیه بشورانند، و کس دیگه ای را که نامش را نمیدونن فرستادن به بالکان که کشورهای بالکانی را بشورانند، و کسی را هم فرستادن به ارمنستان که در شرق ترکیه که قسمتی از ترکیه بود بلوا ایجاد کنند. حالا چه کسی اومد در این کارا شرکت کرد از طرف ارمنی ها نمیدونم. حال عرب ها را میدونیم که ها بودن، کاملا روشن هست،
ولی موضوع ارمنی ها روشن نیست. اما در همان زمان هم یک موضوع دیگه پیش اومد که آلمان ها برای اینکه روسیه را از جنگ میدان جنگ بیرون بیارن، آقای ولادیمیر ایلیچ لنین رو فرستادن به روسیه که انقلاب روسیه رو به صورت انقلاب بلشویزم ادامه بده و روسیه رو از میدان ببره بیرون. بشد شوربختانه از راه‌هایی که داشتن به کمک به عربستان رسوندن آسون بود، کمک به بالکان ها رسوندن آسون بود، ولی یاری رسوندن به ایران، به ارمنستان، اگر روسیه در کار نبود امکان پذیر نبود. روسیه از جنگ رفت بیرون. کسانی که در خدمت نظام ترکیه بودند، در لباس سربازی ترکیه و در وان بر ضد ترکیه شروع کردن جنگیدن و ترکیه این موضوع رو باخت، یک ضربه ای بود که نمیتونه تحمل بکنه و دستور داده شد که اینا همه از کشور برن بیرون. اگر این کشور ما رو نمیخوان و این کشور رو نمیخوان برن بیرون. ولی شوربختانه راه مستقیم ندادن، راه زیگزگ دادن و در این راه به همه گفتن هر چی خواستیم بکنیم و اینا. و بیشتر ارمنیایی که کشته شدن به واسطه مردم، به واسطه کردها و ترک‌ها در محل کشته شدن. یعنی به صورت قتل عام ترکیه بر ضد ارمنستان نبود. واقعیت این بود ولی به دست ترکیه نبود. ترک‌ها یک گفتاری دارن، میگن که به ترکیه نخواهم گفت، ترجمهش میگم، میگن که مار رو با دست علی باید گرفت. یعنی دست خودتو کثیف نکن، به خطر ننداز، به دست علی بگیر. همین کار رو با ارمنی‌ها کردن، خودشون قتل عام نکردن، گزارشی که مردم بکنن. و در این راه زیگزگ که رفتن بیشتر اینا از گرسنگی مردن. حالا این وضعیت اون زمان بود، اما اینا با وضعیت امروز، اون زمان بود، الان یک زمان دیگه ایه. در حال حاضر تمام اشتباهاتی که ما تا حالا کردیم، چه در ارمنستان، چه در ترکیه، چه در ایران، همون اشتباهات رو تکرار کردن کار غلطیه. ما بایستی حالا که به غیر از خودمون کسی دیگه رو ندادیم، خودمون بایستی این کار رو بکنیم و بایستی به تمام دنیا اعلام بکنیم. این نظر من. در حال مسئله خیلی مهمی مطرح کردیم، یکی اینه که آوارگان، ما میدونیم که در جنگ جهانی دوم 60 میلیون آواره ما داشتیم. در همین حین در حال با روی کار آمدن و استقلال کشور اسرائیل بیش از 800,000 گویا 800 تا 850 هزار تا آوارگان و پناهندگان یهودی داشتیم از 17 کشور اسلامی که اینها رو بیرون کرده بودن که با استقلال اسرائیل که بیان به اونجا. از طرف دیگه عربی بودن که اون موقع فلسطینی خوانده نمی شدن، فقط از 1964 خوانده شدن و در قرآن هم نامی از فلسطین برده نشده، همینطور که نامی از عراق برده نشده و اردن برده نشده. آنچه که مهم بود از نظر تاریخی که موفق شدن جذب مهاجرت بکنن در اسرائیل، این 800 هزار یهودی از کشورهای اسلامی اومده بودن رو، ولی 22 کشور عرب و 54 کشور اسلامی موفق نشدن آوارگان فلسطینی رو جذب بکنن به عنوان پناهنده، به عنوان آوارگان فلسطینی، و اینها رو در مخیمات و اردوگاه‌های به هر حال پناهندگان قرار دادن. تا همین امروز اون را میلیاردها میلیارد دلار، یعنی که شما بگین یه نسل فقط پناهندگی آوارگی بعدش به خون زندگیشون میرسن دیگه، ولی 70 سال میگذره از اون موقع، هنوز آوارگان فلسطین خوانده میشن، هنوز صحبت بر این هستش که برگردن و حق العوده، حق بازگشت داشته باشن. و سوم از این، شما ببینید 60,000 نفر دارن برای این 850 هزار تا صحبت میگه 650 هزار تا 850 هزار تا
آوارایی که در 70 سال پیش بودن، یعنی 3 نسل گذشته، هنوز دارن کار میکنن، که برای 60 میلیون 6000 نفر کار میکردن، یعنی که شده منبع درآمد. کار که نمیکنن، فقط از اون را پول میگیرن. الان هم آمریکا گفته که آقا 300 میلیونی که ما میدادیم یک سوم بودجه رو ما نخواهیم داد، یا این که پای میز مذاکره میشینن، یا این که به اسم شیخ سلمان، ابن سلمان، میگه آقا دهان خودشون رو ببندن، بعد از 70 سال همش نمیشینه بگن که آقا ما اینو میخواییم اونو میخوان، تا حتی 98% اراضی رو حاضر بودن اتونومی در اختیارشون بگذارن، و فقط اینه که برحال اسلحه به دست نباشن، فقط برای گروه انتظامی نیام بجنگم و خوبه. و تمام جاهایی که تخلیه کردن در نوار غزه و 22 شهرک اسرائیلی رو در اختیارشون گذارن، از اونجا موشک پرانی میکردن. آنچه که مطمئن میشه جناب آقای چمنا را بر اینه که برحال مسئله آوارگان مطرح شده، مسئله قحطی که در ایران بوده در سالهای 20، که درباره نه فقط درباره ارمنی ها صحبت نمیشه، کشتار ارمنیان 1.5 میلیون کسی به عهده نمیگیره، همینطورن درباره قحطی که در ایران بوده میگن نمیدون نصفی از جمعیت و غیره. اون رو اگر ممکنه شما بتونید از نظر تطبیقی مقایسه کنید آنچه که در آوارگان فلسطینی، آوارگان یهودی کشورهای اسلامی و ارمنی و همینطور قحطی که در ایران بوده، به چگونه آنچه که مناسباتی که در اون روزها بوده چگونه تحت تاثیر قرار داده خاورمیانه رو. جناب چمنا رو بفهمید. این البته تمام این موضوعاتی که الان شما مطرح فرمودید به تفسیر در کتاب 2020 سقوط حکومت اسلامی نوشته شده و نمیشه در 10 دقیقه اینها رو خلاصه کرد، ولی من سریع در مورد اولا کامنتی که جناب ساکنیان فرمودن سریع اینه بگم، شما با ایشان هم قبلا این بحث داشتیم. بله، شما اگر نگاه نقشه ارمنستان به طور تاریخی بکنید و عثمانی ها، و میبینید که اصلا ارمنی ها از استانبول گرفته، حتی استانبول که کنستانتیناپلیس که شهر ارمنی بوده، این مساجدی که الان همه شما میبینید همه مساجد مسیحی ها بوده، خب حالا آمدن وقتی که قصبش کردن روش لا اله الا الله نوشتن، حالا به عنوان مسجد میبینید. بنابراین وقتی شما نگاه چیز میکنید میبینید که اصلا وقتی میرید تو تاریخ عثمانی نگاه میکنید، عثمانی ها یک گروه خیلی کوچیکی بودن در همین پایین استانبول، بعد اینها توسعه پیدا کرده، اینا از نسل های مغولا بودن دیگه، حالا ترک ها همینه، ترک های استانبولی ما بهش میگیم، فرق میکنه با ترک آذری که حالا به علت تشابه اسمی. تمام اینها تو اون کتاب هست، ولی من فقط یک نکته رو میخواستم بگم. اونجایی که آرمن گفت که اکثر کشتار توسط کردا و بقیه مردم انجام شده، مردم، نه اینکه ارتش ترکیه، درست مثل این میمونه. وقتی که آقای خامنه ای فرمان آتش بیار میزنه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما داریم که نهی از منکر و میتونم از این حرفا که تو قانون اساسی که ما دارم به تفسیر اینا رو میخوانم، بله درست مثل ایمانه شما بفرمایید که فلانی که اسید ریخته توی صورت یک دختر جوان اصفهانی، این که تقصیر آقای خامنه ای نیست، دولت جمهوری اسلامی این کار نکرده، نخه قانونشان اینه و خودشان تشویق میکنن. حالا شما اگر نگاه نقشه بکنید ببینید که اینها میلیون ها نفر اینها مهاجرت کردن، همینطوری که آرمن گفت به طور زیگزاگ. بعدش ببینید حالا چه ناجنسی عثمانی ها میکردن، و اون این که میرفتن به ترک ها به کردا میگفتن که آقا این ارمنی ها دارن میان خانه شما رو از شما بگیرن، شما باید از خودت دفاع بکنی. ببین اصلا حالا کرد بدبخت دهاتی هم اونجا میگه که آقا این ارمنی آمد بزنیم بکشیمش. ببینید اینها بعد اصلا هم بهش میدادن. بعد این میره تو تاریخ که
یه آدم بیطرفی مثل آرمن که میخواد اینجا رو قضاوت بکنه یه همچی قضاوتی میکنه. حالا به هر حال من فکر میکنم اینها همش تاریخ بود و گذشته و الانم من حقیقتا معتقد هستم که ارمنستان همونطوری که ملت یهود و اسرائیل با آلمان به در صلح آمد و فقط از اونها خواهش کرد که شما ریکوگنایز بکنید، بگید که آقا این هولوکاست وجود داشته، برای ما کافیه، الان آلمان و اسرائیل دوتا متحد خوب هستن. همینطور هم ارمنستان میتوانه این کشتار واقعا نه اینکه فراموش بکنه ولی از سر تقصیر عثمانی ها بگذره، چون عثمانی ها با ترک ها فرق میکنن. خود آتاتورک، جالب اینه که شما بدانید که قانون اساسی ترکیه را یه ارمنی نوشته. آخه خب پس بنابراین شما میدانید که در نهاد اینها، در ریشه اینها ارمنستان و ترکیه دوستی ها وجود داشته، ولی خب اون به علت چیزهای مذهبیشون و سیاست اون موقع این جنایات مرتکب شده. برای چمن آراد برای مسئله قحطی در ایران بله، در مورد قحطی هم داستان خیلی صریحه، منتها همونطوری که شما گفتید کسی حرفی در موردش نمیزنه، در موردی که 9 میلیون ایرانی در اونجا کشته شدن. حالا تمام شواهد نشان میده که داستان خیلی ساده از این قرار بوده که بعد جنگ جهانی اول وقتی که روس و انگلیس به اصطلاح عقب نشینی میکنن، اینها تمام آذوقه ایران در اون موقع میبرند که فقط و اصلا از بین میبرن بعضی از آذوقه ها را. حالا توی اینجا هم شما نگاه میکنی ببینید احمد شاه هم میتوانست، از احمد شاه هم یه محتکر بوده، یعنی میخواسته گندم بچینه. بعد انگلیس ها نمیخواستن، ببین همیشه یک ایران ضعیف برای انگلیس ایدئال بوده، بنابراین جلوی واردات غلات هم میگرفتن. تمام اینها میتوان گفت تقصیر از انگلیس و روس بوده که این بلا را سر ایران آورده، ولی وقتی که میشینی پای صحبت اونها، چون اینا همش سند شده، تمام این اسناد من در کتاب 2020، البته نه اینکه خودم در آوردم بلکه به نقل قول از آقای قلی‌زاده که به اصطلاح این کار تحقیق کرده با نامه و چیزهایی که سفیر آمریکا نوشته و اینها، همش اونجا هست. ولی بعد دوباره اینها همون ایرادیه میگیرن که مثلا بعضیا به عثمانی ها میگیرن که آقا خود احمد شاه این کار کرده. خب آقا احمد شاه برفرض آمده بود این کار کرده بود، ولی شما ولی از اینکه شما 9 میلیون ایرانی به علت قحطی کشته میشن شکی درش نیست. حالا شما اینه جنساید میارید، کشدار میذارید، هر چی بهش میشه میذارید، و واقعا نصف جمعیت ایران از دست رفت. من بیشتر از این نمیخواستم صحبت بکنم در این مورد، ولی دوباره در این کتاب در سال 1947 چیزی که من حتی به شما ربای رحیمی ایراد میگیرم و به تمام اسرائیلی ها ایراد میگیرم که در بحث بنیانگذاری اسرائیل یک اشتباه میکنن. ببینید من دارم به شما نصیحت میکنم آقای ربای رحیمی، و اون این که شما هیچ وقت نمیاید بگید که در سال 1947 اتفاقی که در هندوستان افتاد اون جنایت بود یا نمیدونم تشکیل دولت اسرائیل، در حالی که حالا شما اگر تاریخچه تشکیل دولت اسرائیل در سال 1947 بخوانید میفهمید که آقا این یهودیایی که آمدن به دعوت دولت مصر آمدن، به دعوت دولت عثمانی آمدن اونجا سرمایه گذاری کردن، آمدن کشاورزی کردن، زمین‌ها را تبدیل کردن. بعدش خب حالا در اون موقع ممکنه که 100 هزار نفر مهاجر بوده، ولی آیا شما توی یکی از رسانه‌های اسرائیلی من نشنیدم بیاد بگه که آقا در سال 1947 یه آقای جناح بلند شد، هرچه گاندی و نهرو به این التماس میکردن که اصلا تو بیا بشو رئیس جمهور، نخست وزیر، این ملت، این کشور هندوستان تو از بین نبر، یک پارچگیش از بین نبر، ولی
آقا آمد این کار کرد و حدود 1 میلیون نفر کشته شدن، 10 میلیون نفر مهاجرت کردن از پاکستان به طرف چین. یعنی این که اگر کسی بخواد بگه دولت اسرائیل تروریسته یا نمیدونم قاصب زمینه، اول باید بگه آقا دولت پاکستان چه کار است. ببینید اینه، من به عنوان مسلمان دارم میگم، یعنی شما این دوتا رو به طور موازی با هم مقایسه بکنید تا اینکه بفهمید کدام کدامه. بعد شما میبینید در اونجا میلیون ها نفر کشته شده، کسی در موردش حرفی نمیزنه، ولی خب در مورد اسرائیل به علت اینی که خودش هم شرایط اینطوری بود، باید اینطوری میشد اگر 10,000 نفر هم کشته شده، این همه در موردش صحبت میشه دیگه. بیشتر از این من نمیدونم. جناب آقای ساگینیان، به حال مباحثی که مطرح شده رو اگر بتونید در چند دقیقه جمع‌بندی بکنید تا بتونید تعمق بیشتری در برنامه دیگر داشته باشید، بفرمایید. در این چند دقیقه گذشته به 3-4 موضوع مختلف اشاره شد. یکی اینکه بیشتر این کشورهای عربی که درباره صحبت میکنیم پیش از جنگ دوم جهانی این کشورها وجود نداشتن، اون موقع اینا به وجود اومدن. یه موضوع دیگه که اشاره نشد بهش بایستی اشاره بشه و اون اینه که دولت فخیمه انگلستان برای حفظ مستعمره هندوستان برای خودش اومد کشورهای کوچکی تمام اطراف اون به وجود آورد که هر کس که بخواد حمله بکنه بایستی دونه بدونه با تمام اینا بجنگه. در این حال یک موضوع دیگه که آقای سهراب چمنارا بهش اشاره نکرد و این بود که در همون زمان جنگ اول جهانی ارتش انگلستان در عراق با عثمانی می جنگید و برای انگلستان خوراکی رساندن برای سربازاش از انگلستان یا از جاهای مختلف با کشتی زمان می گرفت. نزدیکترین جا ایران بود، از ایران قاپید و دزدید و برد. موضوع اینه که میگن آقای چمنداره اشاره کردن که سربازها یا نظامیهای روس و انگلیسی اینا رو برداشتن، ولی این موضوعی که از زمان ناپولیون مطرح بود و کردن. ناپولیون به طرف روسیه میرفت، روسها اومدن تمام دهات و قصبات و روستاها رو آتیش زدن، خالی کردن، رفت عقب. ناپولئون اومد مسکو رو گرفت، کسی مسکو رو تحویل نداد و غذا هم نبود، گرسنگی زد و مجبور شد برگرده. همین موضوع شو عباس در برابر عثمانی ها کرد، تمام روستاهای ارمنی رو از شرق ترکیه خالی کرد، آورد، یه دهی کشته شدن، بیشتر از نصفشون مردن در راه، بقیه را برد تو جولپا و در جولپای نو جا داد و اونا در اونجا زندگی کردن و تمام اینا برای خاطر این بود که دست ترکیه به غذایی که در محل بود، چون که اونا با خودشون لوجستیکس نمی بردن، ارتش ترکیه تا اون زمان لوجستیک نداشت، هر جا را که تصرف میکرد غذا را از اونجا میگرفت. تمام این موضوع بایستی بشه، ولی این در چند دقیقه روی این موضوع صحبت کردن نتیجه گرفتن کار بسیار مشکلیه. یعنی مشکل نیست، میتونیم صحبت بکنیم، نتیجه گرفتن نمیکن پذیر نیست. جناب آقای چمنارا اگه ممکنه در 200 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید. و حالا برمیگردیم به وضعیت فعلی. حالا این تاریخیه، چه اتفاقی 1947 افتاد، تو این 70 سال چطور شد، راه حل چیه؟ راه حل چیزیست که آقا من که نمیتونم اینجا راه حل ایجاد بکنم، جایی که آقای تونی بلر و نمیدونم این همه آقای رئیس مجلس آمریکا که اون کورتت درست کردند و رفتن در مورد تو استیت و وان استیت صحبت کردن، همه اینها اونها نتوانستن، بنابراین من نمیدونم. ولی اتفاقات دیروز و هفته پیش از نظر من اتفاقات ناگواری هست، منتها اتفاقات ناگوار از این قراره که اسرائیل هم به علت این که نمیخواد گفته بشه که یک عده‌ای از مرز گذشتن و آمدن
و عده سر بریدن، عده کشتن، به خاطر که اگر یک همچین اعترافیه بکنه همه میگن آقا خب این همه اسرائیل، این همه هم دبه و کپکپه که داری، چطوری مرزات نتوانستی ازش دفاع بکنی؟ یه عده آمدن 10-15 نفره سر بریدن و کشتن و اینها. خب این اسرائیل نمیگه، ولی وقتی که میاد جلوی اینها وای میسه که یه درسی بده که آقا دیگه این مرزه، شما حق ندارین این طرف بیایید، چند نفر کشته میشه، که البته کشتن حتی یک نفرم حتی در خود اسرائیل هم اینه، شما مطمئن باشید افرادی هستن که غمگین میشن از این اتفاق. ولی راه حل چیه؟ باید به فکر راه حل بود. آخه وقتی که تمام شما بر میدارید خود همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، من الان دارم روخانی میکنم که آقا تو وقتی میای تحریک میکنی، اصلا شما نمیدونیم الان دوباره رسیدیم به قانون اساسی، آقا هرچی برمیگردیم باید هی بزنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی. آقا بذار یه حرف آخر نتیجه گیری بکنم. مسئله حتی تونی بلر هم اینه گفت، و من در پشت کتاب ایران پرپلکسیتی آف ایران اینه نوشتم، نقل قول، تا زمانی که مسئله ایران حل نشه و به اعتقاد من قانون اساسیش عوض نشه، راه حلی برای فلسطین و اعراب و منطقه وجود نداره. این حرف آخر منه، چون تمام این قانون اساسی از آقای چمنارا و آقای صدیمیان که با ما بودن در این لحظات، به هر حال ما موکول میکنیم تعمق بیشتری در این مباحث تاریخی، فرهنگی و همینطور که گفتن جناب آقای صدیمیان، امپراتوری عثمانی در اون موقع که در جنگ جهانی اول بین 1914 تا 1918 پاشیده شد، با روی کار آمدن جنبش عرب بود، یعنی پان عربیزم، و همین که ملیت هایی که ایجاد کردن که وجود خارجی نداشت، چه از نظر عراق، چه از نظر اردن، و حتی وقتی که آمده بودن به حجاز میگفتن منظور از ملیت یعنی چی، میگفتن آقا حجاز برای حجازی ها، یعنی به این گونه، و سوریه ای در اون موقع وجود نداشت که اسم سوریه ای باشه، یا البته شام خوانده میشد. ولی روی هم رفته ما میبینیم که این کشورهای کوچکی رو که ایجاد کردن، که همین گفتن دولت فقیه انگلیس ایجاد کرد، سعی بر این داشت که تفرقه بیاندازه و حکومت کنه، از طرف دیگه به یهودیان نیز در 1917 با بیانیه بالفور و همینطور در 1920 در سان رمو به رسمیت شناخته شد، حق بازگشت یهودیان کرده. در اون موقع فقط 660 هزار نفر بودن در قبال بیش از 6 میلیون اعرابی که در امپراتوری عثمانی بودن. ولی به هر حال با تشکر از دوستان عزیز که امروز با ما بودیم، من آویتای آمی از دانشکده پارک یهود به حال درخواست میکنم که دو دوست عزیز ما در برنامه دیگر شرکت بکنم با ما بتونیم اینا بیشتر بست و گسترش بدیم. با تشکر از دو دوست عزیزمون که با ما بودیم. درود باشم. شما زودم دومی دیدار.